مناسبت زمانی چند کلمه عرض بکنم. امشب به نقل شب وفات حضرت ابو طالب است. پدر علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین، پدر بسیار شایسته‌ای که خدا به او فرزندی مثل علی عنایت کرد، پدر بسیار شایسته‌ای که 10 سال محافظ جان رسول خدا بود و بیشک اگر حضرت ابو طالب نبود رسول خدا رو بارها به قتل رسانده بودن. توطئه قتل رسول خدا بعد از شعب ابی طالب که منجر به هجرت رسول خدا شد طبیعتاً بعد از رحلت حضرت ابو طالب بود. در شعب ابی طالب ایشون برای رسول خدا نگهبان میگذاشت و جوانان بنی هاشم رو وادار میکرد ساعت به ساعت هنگام استراحت پیغمبر اکرم نگهبانی بدن و از جان او محافظت بکنن. بیشک شخصیت با عظمت و قریب ابو طالب در سرای آخرت بهتر شناخته خواهد شد. وقت در جهان اسلام به ایشون تهمتهایی در تاریخ زده شده و غربت عجیبی رو ایشون تحمل کردن، مثل اینکه ایشون اصلا یه زمانی مشرک بودن، معلوم نیست ایشون مسلمان شده باشن، در حالی که ایشون به دین حنیف بودن، هیچ وقت مشرک نبودن و طبیعیه که جزو اولین مسلمانان شده باشن و از عزیز دلبند خودشون یعنی رسول خدا تبعیت کرده باشن. رسول خدا وقتی جوانی بودن در آغاز طفولیت که پدر خودشون رو از دست دادن، بعد از اینکه پدر خودشون رو از دست دادن دیگه غالبا تحت حمایت حضرت ابو طالب بودن و در واقع در فرهنگ اون زمان پدر رسول خدا هم محسوب می شدن. خوش به حال اونهایی که در این مشاهد عالی حضور دارن، مشرف هستن و خصوصا کسانی که بتونن امروز فردا، امشب فردا مشرف بشن مرقد امیر المؤمنین علی علیه السلام. جدای از تبریک عید بعثت که یک زیارت مخصوصی داره، حتما دوستانی که میتونن فردا یا پس فردا حاضر بشن کنار مسجع نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام، رحلت حضرت ابو طالب رو هم به امیر المؤمنین علی علیه السلام تسلیت بگن. خیلی این مرد بزرگی است و حق به گردن امت اسلامی داره. به ویژه شیعیان نسبت به ایشون ارادت خاصی دارن. علی ابن ابی طالب که میگیم او رو همیشه صدا میزنیم، امیر المؤمنین رو به عنوان فرزند ابو طالب. این شخصیت این چنین نامش حک شده در فرهنگ دینی ما. از این مناسبت که بگذریم، درباره مناسبت عید مبعث هم که ممکنه امشب عید مبعث باشه، برخی از علمای عراق امشب رو شب عید میدونن، کما اینکه در ایران هم امشب شب عید اعلام شده. یکی از بهترین مواقع زیارت حرم امیرالمومنین علی علیه السلام امشب هست یا فردا شب. حاجت داشتن قدیمی ها، مریض داشتن، می اومدن که شب مبعث برسن حرم امیرالمومنین. بعد وقتی نمی رسیدن، چند روز بعد از بعثت می رسیدن، می موندن تا سال بعد که سال بعد بتونن شب مبعث رو، حرم امیرالمومنین رو درک کنن. اینقدر اهمیت داره ماجرا. من از همین بحث استفاده کنم، از همین مناسبت نکته ای رو درباره
امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کنم و توسلاتی که ما به ساحت مقدس ائمه معصومین داریم. حتما البته میدونید اساسا ماه رجب ماه زیارته. هیچ ماهی مثل ماه رجب پر ثواب نیست این زیارت ها. حالا شما که به بهترین زیارت ها الحمدلله موفق شدید، از امام صادق علیه السلام پرسیدن ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بالاتره یا ثواب زیارت امیر المؤمنین علی علیه السلام؟ فرمودن که ثواب زیارت امیر المؤمنین علی علیه السلام به اندازه فضیلت خود امیر المؤمنین علی علیه السلام بر ابا عبدالله الحسین. ولی خب در روایات اگر خیلی تأکید کردن بر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای این است که آغاز حرکت اینجاست. قدرتی که اینجا به امت اسلامی میده بی نظیره. فریادهایی که شما برای ابا عبدالله الحسین میتونید بزنید فریادهای بلندیست. هنوز راحت نمیشه از قربت امیر المؤمنین علی علیه السلام حرف زد. ولی مصائب ابا عبدالله الحسین اولا، حماسه‌ای که ایشون آفرید ثانیا، پیام جهانی که حرکتشون داشت همه مردم دنیا میتونن بفهمن، ثالثا اینا موجب میشه که اهل بیت تاکید کنن بر زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم نسبت به محبت امیرالمؤمنین چنین رابطه ای دارن. عنوان صحیفه مؤمن حب علی ابن ابی طالب است، در روایات آمده. معلوم میشه ما با محبت امام حسین شروع میکنیم و بعد اوجش اینه که برسیم به محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ما اگر در ذکر مصیبت‌های ابا عبدالله الحسین گریه می‌کنیم، در ذکر محبت امیرالمؤمنین باید همین جور گریه کنیم بدون ذکر مصیبت. هفته گذشته من در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام این بحث رو عرض می‌کردم. باید محبت امیرالمؤمنین ما رو بکشه. اینجا ما بهانه برای گریه زیاد داریم، بهانه برای دلباختگی و دلدادگی، اون هم مصائب ابا عبدالله الحسینه. در حرم امیرالمؤمنین باید به جایی برسیم بی بهانه عشق بریزیم و بی بهانه دلدادگی داشته باشیم. اومدن گفتن یا علی، یکی از دوستان شما از دنیا رفت. ببین تعابیر رو ببینید، یکی از دوستان شما از دنیا رفت. حضرت فرمودن دوست من از دنیا رفت. بعد با این دوتا کلمه بازی کردن، بازی که نه، با ذوق حکیمانه جمله ای رو فرمودن. فرمودن لو احبنی جبلون لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. خب اون یه انسان معمولی بوده، دوست من بوده. جان دادن برای دوست من طبیعیه. یعنی محبت امیرالمؤمنین خود حضرت فرمود آدمو میکشه. اینایی که زندگی میکنن و محبت علی دارن خدا نگرشون داشته، مثل زائران ابا عبدالله الحسین و این موقف شریف. همه کسانی که اینجا هستن دوست دارن زار بزنن برای مصیبت های ابا عبدالله الحسین، ولی عموما تو کربلا همه آرومن، همه نشاط دارن. اینجا که میرید تهران، میرید شهرتون، هر جا هست، اصفهان، هر کجا هست، مشهد، تبریز، میرید دلتون تنگ میشه برای بین الحرمین، میگن بین الحرمین عشق میریزید. بعد اینجا چرا عشق نمیریختید؟ اینجا فرشته های الهی میان دلهای مؤمنین رو آرام میکنن، اصلا غافل میکنن ما رو که کجا هستیم، نمیگذارن بیشتر از یه حدی آب و کباب بشین، خودشون کنترل میکنن.
و الا اگر میخواستن اجازه بدن به ما بسوزیم که هر کسی زائر کربلا میشد، میشد شبیه اون زائری که از هند آمده بود، از شیعیان خالص بود. داستانشو بگم براتون بد نیست. پس این قسمت از سخن به محبت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره شد. حالا من و برتری امیر المؤمنین علی علیه السلام نکاتی رو در این باره عرض می کنم. یه گروهی آمده بودن، قدیما رسم بود وقتی می اومدن کربلا 40 روز اینجا مقیم می شدن، برای اینکه بگن یه زیارت کامل انجام دادیم. 40 روز زیارت عاشورا رو همینجا می خوندن، چله نشینی که برای زیارت بود. انشالله توفیق بشه بازم زائرین بتونن با سهولت اینجوری زیارت کنن. رفقا این که ما میایم سر میزنیم میریم، بعد از این که شما یه وقتی بتونید 40 روز اینجا مقیم بشید، متوجه میشید که این سرزدن ها اصلا نمیرسونه انسان رو به اون جایی که باید. به لطف ائمه هدا میشه ها، ولی بعد از این که یه چله نشستی زیارت عاشورا تو حرم خوندی، اون وقت میفهمی تازه زیارت عاشورا و حرم و زیارت یعنی چی. بله اومدن کاروانی بودن عاشق و دلسوخته، زیارت میرفتن هر روز. یه نفر تو اینا بود نمیرفت زیارت، همون خانه این که در اطراف حرم داشتن میرفت پشت بام و زیارت میکرد و میومد پایین. بهش گفتن تو چرا عتبه بوسی نمیری؟ تو چرا داخل حرم نمیری؟ میگفت نه من نمیرم. میگفتن نه باید بری، ثواب داره، این ثواب ها براش ذکر شده. میگفت نه حالا من نمیرم دیگه. بالاخره خیلی اصرار کردن، قبول نمی کرد، دلیلش هم نمی گفت. عالم شهر رو آوردن گفتن آقا شما اینو یه نصیحتش هم بکن، نمیره داخل حرم، اومده تا اینجا از دور سلام میده. بعد ایشون سر سفره بهش صحبت کرد و گفت و گفت واقعا اگه نرم بد میشه، بی ادبی میشه. اون عالم بزرگوار هم میگفتن بله خب تا اینجا اومدی عرض ارادت از نزدیک بالاخره ثوابی داره و اینها. گفت باشه. فردا غسل زیارت کرد و حرکت کرد. میگن از خونه که راه افتاد همه دیدن انقلابی در روحش پدید اومد. تا رسید به در حرم مثل مادر بچه مرده شروع کرده بود گریه کردن. وارد رواق شد، دیگه زجهاش به بالا رسید. کنار ذریح یک کلمه گفت، جان داد، گفت اینجا حسین فاطمه رو کشتن. نفسش دیگه بالا نیومد و مرحوم شد. همه فهمیدن چرا اینقدر بهش اصرار میکردن برو حرم نمیرفت. اون میدونست که بهش چه اجازه ای رو دادن، اجازه داده بودن اینجا بسوزه برای حسین. حالا اینجا کربلا آتشش علنیه، آتشش وجود انسان رو به آتش میکشه، شعله همه میبینن. دیدید فریاد یا حسین سینه زنی. خب چرا انقدر تاکید کردن بر حرم ابا عبدالله حسین؟ چون آدم حرف حسین علیه السلام قصه او رو میتونه به همه اهل عالم بگه. ولی رفقا شما میدونید ما قصه های قربت امیرالمومنین رو نمیتونیم به همه عالم بگیم، نه مصیبت های فاطمیه رو راحت میشه بگیم. حرف های درون محیط خودمون هست، نه قربت امیرالمومنین علیه السلام میشه راحت توضیح داد. اینقدر قربت حضرت پیچیده بود، اینقدر مظلومیت حضرت بالا بود، نمیشه واقعا وارد جزئیات شد. ما الان اینجا روضه هایی که میشنویم روضه هایی که خیلی راحت میگیم و به همه اعلام میکنیم و به همه جهانیان، اما روضه های امیرالمومنین نمیشه گفت. من نمونهش رو اشاره میکنم، میخوام دل شما مالامال از محبت امیرالمومنین بشه. امام حسین علیه السلام، ابوالفضل العباس سلام الله علیه ها،
حتما به دل عاشق امیرالمؤمنین که امشب شب زیارتی خاص امیرالمؤمنین علیه السلام هست عنایت ویژه‌ای میکنن. مثلا شما میگید تا علی اصغر رو رو دست گرفت اما ترونه کیفه یتلزا عطشا، عمر سعد ملعون به هر مله صدا زد این بچه داره لشکر رو به هم میریزه، قائله رو تمام کن. ببین هر دو طرف رو نقل میکنید، راحت روزه میخونید، میگید شمر ملعون لعنت الله علیه، زیاد لعنت کنید تو کربلا به قاتلین ابا عبدالله الحسین، فقط امام حسین دوست دارم نباشه، اون طرف ماجرا رو هم خیلی بهش بپردازید. سفارش کردن زیارت عاشورا یاد میده به ما، جرأت نمی کردن نزدیک گودی قتلگاه بشن، از حسین می ترسیدن، ولی آقا هم ساعتی بود توی گودی قتلگاه نمیتونست بلند شه از جا، می ترسیدن باز نزدیک بشن ایشون بلند شه چند هزار نفر رو تار و مار کنه. شمر ملعون خدا لعنتش کنه، خدا عذابشون رو زیاد کنه، برگشت گفت من میدونم چی کار کنیم بفهمیم حسین زنده است یا نه، صدا زد با صدای بلند لشکر به خیمه ها حمله کنه. گفت اگر حسین رمقی در جانش باشه بلند میشه. حضرت نیمخیز شد. اونجا بود که صدا زد نامردها اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، جلو چشم من به خیمه ها حمله نکنید. ببینید همه حادثه رو شما میتونید نقل کنید، این طرف رو بگید اون طرف رو بگید، طرف اولیاء رو طرف اشقیاء رو تعزیه دیدید بازی میکنن، نقش شم رو نقش خوبان رو همه رو میشه بازی کرد، ولی درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی موضوع پیچیده است، خیلی موضوع حساسه. مثلا شما تیرهایی که معاویه به قلب علی ابن ابی طالب میزد رو هیچ کجا نمیتونید بگید، یه مطالبی رو تو نامه به امیرالمؤمنین مینوشت که حضرت مجبور میشد جواب بده، اینقدر نیش میزد، اینقدر جگر حضرت رو میسوزوند. من میترسم بعضیاشو بگم شما خیلی اذیت بشه روحتون، اما اینها راحت نیست گفتنش، تیر به سینه بخوره راحت تر بیانش تا تیر به قلب انسان بخوره. یه نمونهشو بگم، یا ابا عبدالله ببین که این زائرین تو چقدر بابای قریب و مظلوم تو علی ابن ابی طالب و دوست دارن، امشب همین امشب تو بین الحرمین ثواب زیارت پدر قریب و مظلومت علی ابن ابی طالب و برای زائران خودت بنویس. نامه می نوشت، یه نمونهشو میگم، نمونه کوچیکشو می نوشت، یا علی تو سابقه خیلی خوبی در اسلام داری، اما داری با این کارهای خودت با این رفتارها که دیگه اونا رو ذکر نمی کنم بد بی ادبیه بگم، داری موجب حبط عمل میشی، عمل خودت رو داری ضایع میکنی، میترسم یا علی عاقبت به خیر نشی و نمیدونم یک کلماتی. یه زمانی من خواستم این نامه های معاویه رو بخونم برای مردم، یک کمیشو رفتم بخونم دیگه بقیش طاقت نمیبردم، مردم هم طاقت نداشتن. امیرالمؤمنین قربتشون خیلی پیچیده است. ببینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام با سه گروه جنگیدن، قاستین و مارقین و ناکسین، دو گروهشون رو از بین بردن، یه گروهشون رو از بین نبردن که معاویه بود و فرزندش یزید، دیدید چه بلایی بر سر جامعه اسلامی آورد. اما یه گروه دیگه بودن که امیرالمؤمنین با اونا نجنگیدن، فقط از دست اونا خون جگر خوردن. اون گروه کیا بودن؟ کسانی که پای رکاب امیرالمؤمنین بودن اما آقا رو خوب یاری نمی کردن، آقا جگرش خون می شد از دست اینا، ای بهشون می فرمود یا اشباه هر رجال ولر رجال، ای شبیه مردها که نامردید شما، 10 نفر شما رو حاضرم بدم یه دونه از اصحاب معاویه رو بگیرم،
اینا خون به جگر آقا کردن. آقا میفرمود پای رکاب من منافق هست، همون جوری که پای رکاب رسول خدا منافق هست. اینها امیرالمومنین باهاشون نجنگیدن. حالا کربلا رو من خیلی ساده برای شما توضیح بدم. کربلا یعنی این، ابا عبدالله الحسین صدا زد بابا علی مظلوم، امیرالمومنین قریب، تو با سه گروه از دشمنانت جنگیدی، یه گروه خون به دلت کردن، نتونستی اینها رو رسوا کنی، نشد با اینها به جنگی، من این گروه رو تو کربلا با خون خودم رسوا میکنم. اون گروه همین افرادی بودن که پای رکاب امیرالمومنین سستی میکردن، اذیت میکردن آقا رو. یکیشون پسر اشعث ملعون و دیگرانی که بودن نق می زدن برای آقا. کربلا کیا امام حسین رو کشتن؟ تو رو خدا مردم بشناسید اینا رو، نگیم یه کلمه دشمن و عبور کنیم. خب این دشمن کی بود؟ مهمه کی بود، جنسش چی بود. بله یه دو کلمه میگید عمر سعد. خب عمر سعد کی بود؟ جوونیاش از دوستان ابا عبدالله الحسین بود، دوست یعنی اهل مدینه بود و بالاخره آدمهایی بودن که جوونهایی بودن که جوونهای امت اسلامی محسوب می شدن. در روایت داره عمر سعد اومد لعنت الله علی، من میگم لعنت الله علی، شما هم تکرار بکنید لعنت خدا بر عمر سعد باد، همین الان خدا عذابش رو زیاد بکنه. اومد به ابا عبدالله الحسین گفت این مردم دیوانن، یه حرفایی میزنن بعضی وقتا. حضرت میفرمود چی میگن؟ میگفت مردم میگن که من در نهایت تو رو میکشم. اصلا باورش نمیومد. آقا هم جوابشو نمیداد، حتما یه اخبار غیبی درز کرده بوده دیگه. بعد آقا بهشون یه بار فرمودن که فلانی، حالا من کاری ندارم کی منو میکشه، ولی تو بدون بعد از این که من از دنیا رفتم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، اینو یادت باشه. بعد همینجا حضرت وقتی عمر سعد و صدا زد باش صحبت کرد بهش فرمود من به تو گفتم قبلا، البته این عبارت رو نداره تو روایت، من دارم عرض میکنم، فرمود عمر سعد تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، تو به چه طمعی میخوای من رو بکشی؟ بذارید من برای شما یه روزه‌ای بخونم. ببینید رفقا داریم سر چی بحث میکنیم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما رو دور خودش جمع میکنه، جذب امام حسین راحت تره، فریادش علنی تره برای دعوت مردم عالم. بعد دست ما رو میگیره میبره تو دست باباش امیرالمومنین میگذاره. یادمون باشه ها، این سلوک ماست، این صعود ماست. ما از حرم ابا عبدالله الحسین باید اجازه بگیریم بریم حرم امیرالمومنین رو زیارت کنیم. این سیر ماست. یه توضیح در این باره درباره کربلا همین بس. ابا عبدالله الحسین با یه گروه از کسانی که علی رو اذیت کردن جنگید و این کربلا به پا شد، و امیرالمؤمنین علی علیه السلام با سه گروه دیگر جنگید و در زمان رسول خدا با گروه های متعدد از مشرکین. ببین چقدر آقا دشمن دارن. من روم نمیشه اینجا جزئیات رو در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بگم. ما نداریم تو تاریخ نقل کرده باشن یک نفر به حسین ناسزا گفته باشه بعد از شهادتش. تمام شد، یزید هم نابود شد. اما تا چند صد سال به علی ابن ابی طالب بد و بیراه میگفتن. چقدر مظلوم، چقدر غریب. ابا عبدالله الحسین علیه السلام با مردم این جنگید
که امیر المؤمنین شب 19 وقتی در عالم رؤیا رسول خدا رو در خواب دید، صدا زد: یا رسول الله، از دست این مردم خسته شدم. همین علیی که وقتی داشت فاطمه زهرا رو به خاک می سپرد، صدا زد: یا رسول الله، صبرم کم شده اما تحمل می کنم. و وقت اونجا رسول خدا در عالم رؤیا فرمود: علی جان، نفرینشون کن، من آمین میگم و دعای تو الان مستجابه. و حالا نفرین کردن آقا رو ببینید. صدا زد: خدایا علی رو از این مردم بگیر. ما همینجا دعا میکنیم: یا ابا عبدالله، شما آمین بگو برای ما. یا ابا الفضل العباس، یبن امیر المؤمنین، چه افتخاری بالاتر از این به تو بگن یبن امیر المؤمنین، افتخار علی. خدایا هیچ وقت در دنیا و آخرت علی رو از ما نگیر. اونجوری که علی رو از مردم کوفه گرفتی، لیاقتش رو نداشتن، خدایا هیچ وقت علی رو از ما نگیر. وقت چه مجده، حالا ایام جشنه، من نمیخوام واقعا ذکر مصیبت نمیخوام بکنم، بگم دلهاتون صفا پیدا کنه. البته شام شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هم هست، شاید هم دیشب شام شهادت بوده، ولی در عراق امشب شام شهادت اعلام شده. ولی من به شما یه مژده‌ای بدم، این مژده رو هم شب شهادت میشه داد، هم شب میلاد میشه داد. همین علی عالی اعلا، همین مولای موحدین، همین قسیم الجنت و النار، همین که حسین فدای او شد، همین که فاطمه فدای او شد، همین که حسن فدای او شد علیه السلام، همین که رسول خدا فرمود مردم شما من رو به خاطر علی قریب گذاشتید و رسول خدا غربت کشید به خاطر بغضی که از او در دلها داشتن، وقت ببینید می‌فرماد: و من یموت یرانی، هر کسی از دنیا بره منو می‌بینه، لحظه جان دادن علی رو خواهد دید. امشب شب شام شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. یه نقلی از امام رضا علیه السلام عرض کنم: اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام، گفت: آقا من شاهد بودم اون کسی که شما رو دیگه به امامت قبول نداشت، که توضیح عرض نکنم، داشت از دنیا میرفت، گفت تا امام موسی بن جعفر علیه السلام بیشتر ما امام نداریم و امام رضا رو رد کرد. داشت از دنیا میرفت، میگفت: مالک علی یا علی، یعنی چیکار داری با من، با من میخوای چیکار کنی؟ از سر اضطرار و بیچارگی اینجوری میگفت. آقا امام رضا علیه السلام فرمود: مگه نشنیدی که حضرت علی علیه السلام فرمودن هر کسی از دنیا بره منو میبینه؟ او داشته از دنیا میرفته، آقا رو با غضب دیده، وحشت کرده، اینجوری حرف زد. و حالا در سخن دیگری امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید: من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کسی منو دوست داشته باشه هنگام مرگش منو میبینه اونجوری که دوست داره منو میبینه. دوست داره چجوری منو ببینه؟ آقا میاد بالا سر آدم: میخوای به جای تو نکیر و منکر رو پاسخ بدم؟ امشب خیلی تنهایی. یا علی، شب اول قبل به داد ما برس. بین الحرمین، بین دوتا پسرات اینو تقاضا کردیم ازت. یه جمله ای بگم، شما بگید، یعنی شما با من به امیر المؤمنین علی علیه السلام این جمله رو بگید، یا من از طرف شما بگم، بگید اینو، آقا یادش میمونه: آقا بین الحرمین ما اینو به شما گفتیم، شما آن کسی هستی یا علی. چه لذتی داره آدم اینجا یا علی صدا بزنه. شما آن کسی هستی آقا یا علی که فاطمه زهرا وقتی داشت از دنیا میرفت صدا زد: یا علی، زود از کنار قبر من بلند نشو، من به تو احتیاج دارم.
کنار من قرآن بخوان. ما چی باید بگیم؟ ما چقدر به تو محتاجیم؟ خیمگاه رفتید این شبها زیارت بکنید، دیدید یه جاهایی رو گوشه و کنار نگه میدارن به نام قدمگاه، میگن اینجا امام رضا عبور کرده، یه قدم گذاشته اینجا محل زیارت میشه. حالا خیمگاه چقدر قدمگاه حسین بوده و عباس، علی اکبر و قاسم، اون و جعفر، حبیب ابن مظاهر، قدمگاه چقدر محل نماز و عبادت ابا عبدالله الحسین بوده. بعد یه جمله دیگه بگم، کیا رفتن سعی بین صفا و مروه رو در مکه مکرمه زیارت کردن و سعی کردن بین صفا و مروه؟ اونجا چه خبر بوده؟ یه مادری کودکی تشنه لب داشته به نام اسماعیل، آب میخواسته برای بچه، هفت مرتبه بین سعی صفا و مروه، بین صفا و مروه سعی کرده تا ابد. هر کی میاد خانه خدا رو زیارت بکنه، دل خدا رو ببین. اینجا باید چیکار کنی؟ بیای جای قدم های هاجر، بیای قدم بزن. به دستور من اومده اینجا، طوریش هم شده خدایا؟ نه، طوریش نشده. خب الان ما اینجا باید جای قدماش بریم، گرامی بداریم، فکر کردیم طوری شده حضرت هاجر. نه، بالاخره مادر همون چند لحظه ای که قصه خورد برای بچه تشنش، برای من مهمه. یه قسمتی رو چراغ سبز گذاشتن تو سعی بین صفا و مروه، خیلی هم مسیر طولانیه ها. جالبه براتون بگم، مسیر تقریبا به اندازه مسیر خیمگاه تا قتلگاه ابا عبدالله الحسین، همین جایی که داره صحن عقیده بنی هاشم ساخته میشه. طوریش هم شده؟ نه. اون چراغ سبز چیه؟ یه منطقه ای هست، ببینید، برید اونجا میتونید مشاهده کنید، انشالله قسمتتون بشه. میگن این قسمت رو مردها که رسیدن هروله کنن، آروم راه نرن. میگیم چرا؟ میگن اینجا هاجر صدای بچهشو میشنید میدوید از شدت اضطراب. خب خدایا اگه میخواستی مناسک برای ما تعریف کنی، باید چی کار میکردی؟ به تعدادی که زینب از خیمگاه به قتلگاه آمد و برگشت، بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود. خیلی جای عجیبی هستیم. امشب در بین الحرمین یاد امیرالمؤمنین کردیم، زیارت امیرالمؤمنین همه تون قبول. امشب شاید ثواب زیارت امیرالمؤمنین رو هم به ما بدن. هم یاد پدر گرامیشون ابو طالب کردیم، هم یاد خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام و قربت امیر المؤمنین علی علیه السلام. یه روزه علی ابن ابی طالب علیه السلام بخونم بین الحرمین کوتاه. خب من کاملش رو که نمیتونم بگم، اشاره میگم، هر کی خواست کاملش رو در نهج البلاغه ببینه. یعنی از زینبش میترسم. راستی درباره این صحن عقیله هم بگم، بنا نبود این صحن عقیله رو به ایرانی ها بدن. متولی محترم حرم ابا عبدالله الحسین خوابی دیدن در عالم رؤیا، حضرت زهرا سلام الله علیها یه اشاره ای کردن که فردا صبح بلا فاصله مسئول ایرانی ها برای بازسازی عتبات رو صدا زدن، قرارداد رو بستن. دیگه هر کی ازشون میپرسید میگفت فاطمه زهرا دیشب به من گفت که تو باید این صحن رو به کی بدی بساز. داستانی داره، خواب به تفصیل دیگه وقت نگیرم. یا علی فدات بشم، ما که تو حرم جرأت نمی کنیم این روزه رو بخونیم. یکی از اون نامه هایی که معاویه نوشته بود به علی ابن ابی طالب این بود، میخواست علی علیه السلام رو بهش توهین کنه. گفت تو آن کسی هستی که با اون وضعیت تو رو کشیدن بردن مسجد برای بیعت کردن. اون وضعیت رو هم معاویه نوشته، من روم نمیشه الان بگم.
میدونید آقا چی جوابشو دادن؟ تو نامه های حضرت هست. فرمودن والله لقد اردت ان تدم فمدحت، به خدا قسم خواستی منو مذمت کنی اما مده منو کردی. و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مرد مظلوم باشه؟ من مظلوم بودم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.